مجله فورن پالیسی طبق یک احصائیه در بخش آنچه کشورهای ناکام خوانده شده است، افغانستان را در رده ششم قرار داده است. تحلیل بیشتری مازور از مهمان این ساعت برنامه از طریق اسکایپ میشنویم. محترم آقای مسعود اچکزای، مشاور اقتصادی سیاسی نهاد مشورتی تور در کانادا با ما هستند. با سلام به شما و ممنون از حضورتان در برنامه. افغانستان باز هم در یک احصائیه دیگه در زمره کشورهای ناکام قرار گرفته. برداشت شما از این احصائیه مجله فورن پالیسی و قرار گرفتن افغانستان در رده پایین به خصوص در بخش حکومت داری چیست؟ تشکر از شما رونا جان. سیستم در افغانستان اول ضرورت چون احصائیه که شده هم از یک سال پیشتر است، اما در فعلی که کنونی که ما هر وقت که بخوایم یک کار خوب در افغانستان صورت بگیره او هیچ وقت دیر نشده، اما هنوز هم در چون احصائیه هر سال میشه، هر شش ماه بعد میشه، ما زمان وقت کافی داره افغانستان فعلا که بتونه با برنامه بسیار خوب که یک آوردن تغییر در قیافه افغانستان که او به بسیار وقت کم به درازمدت ضرورت نداره، این برنامه میتونه که پس افغانستان با وجود از این که یعنی مرجع حقوقی نیست که از این راپور که تهیه کردن، اما خوب است که برای افغان ها یک نوع هشدار باشن که کارهای خوبتر بیشتر در رسه ساختن یک افغانستان باثبات. بله آقای اچکزای، به نظر مثل فشار بر حکومت افغانستان بر حکومت داری سالم از هر جانب رو به افزایش است. به نظر شما حکومت داری سالم در افغانستان تا چه حد میدانه روی بخش های دیگه که در این گزارش آمده، من جمله اقتصاد، ارکان اجتماعی، مهاجرین و دیگر موضوعات در یک جامعه تاثیر مثبت از خود بر جای بگذاره؟ برای از او درست است. یک مشکل عمده کلانه که ما در افغانستان میبینیم که سیستم مالی، یعنی سرمایه گذارهایی که در افغانستان هستن، مسئولیت شد با اونا میرن. چرا حاکمیت سرمایهشان بسیار بیشتر شده و حاکمیت سرمایه بالای دولت افغانستان غالب شده؟ بله آقای اچکزای، بله وقت بسیار کم است. موضوع عمده دیگه است که در هر گونه نظرسنجی و یا احصائیه که به نشر میرسه تمام دستاوردها در افغانستان شکنند خوانده میشه و ای که احتمال از اوست که تمام از این از بین بره یا به عقب بگره. برداشت شما از نقش عمده موجودیت امنیت و صلح و ثبات در یک کشور و پیشرفته از او چیست؟ چرا که هر گونه نظرسنجی و یا احصائیه در رابطه گفته که تمام دستاوردها میتونه در صورت انکشاف جنگ از بین بره. بفرمایید. انکشاف جنگ، یعنی افغانستان با او شکلی که یعنی تحلیل شده که شاید پس دوباره در جنگ بره و تمامی دستاوردها از بین بره، او را ما هیچ اصلا امکاناتش نیست، رد میکنیم. اما در اسه از این که دولت نتونسته دستاوردهای خود در این درجه عالیتر و خوبتر داشته باشه، بله این مشکلش تمام خود جامعه جهانی هم میداند، چون افغانستان از یک استپ یا از یک اقدام جنگی که تازه خلاص شد و حال در سطح بازسازی قرار گرفته، یعنی امنیت تا اندازه که بله قد زیست کنه او به جای خود رسیده، حالا نوبت بازسازی و دولت داری است که انشاءالله مردم افغانستان و دولت افغانستان سلیقه از این پیدا کردن. تشکر آقای اچکزای، ممنون از تحلیلی که را دادین از طریق اسکایپ. آقای اچکزای از کانادا با ما بودن، ممنون و تشکر از شما.